سلام رفقا، دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا میکنید. یادمه تقریبا تا تابستون سال 2015 بودش که اولین نسخه ویندوز 10 در دسترس عموم قرار گرفت، اما تقریبا یه سال و دو سال قبل از اون مایکروسافت اقدام به ارائه نسخه پریویو ورژن یا همون نسخه پیش نمایش کرده بود. یادمه با یه دونه اینترنت باینکس داغون تا صبح بیدار بودم تا اون نسخه رو دانلود بکنم. از نسخه 8.1 از ویندوز 8.1 سویچ کردم روی ویندوز 10. به جرات میتونم بگم جز اولین نفرایی بودم که توی ایران ویندوز 10 رو تجربه کردم، چون دقیقاً ایونت مایکروسافت رو دنبال میکردم توی اون شبی که قرار بودش نسخه پیشنمایش ویندوز 10 بیادش ویندوز 10 رو بگیرم. اما مثل اینکه واقعاً وقت خداحافظیه، چون خبرها و شایعات در مورد ارائه ویندوز 11 توسط مایکروسافت واقعا بالا گرفته. من مسعود هستم و این چنل بی پرو هستش. ازتون ممنونم که چنل من رو سابسکرایب میکنید و من رو حمایت میکنید. تو این ویدیو تصمیم گرفتم قسمت هیجان انگیزشو بندازم آخر ویدیو، اما اول میریم پای لپتاپ من یه بررسی بکنیم خیلی کوتاه، ببینیم که ایونت مایکروسافت کیه و بعد از اون بریم سراغ این که ببینیم واقعا ویندوز 10 قراره که چه شکلی باشه. خب بچه ها، اول یه توضیح بدم در مورد این که چرا دوتا لپتاپ گذاشتم. صرفا جهت این که مقایسه دوتا ویندوز رو با هم داشته باشیم. روی این لپتاپ گیمینگه یه دونه ویندوز 20H2 دارم، نسخه 20 بیلد 20H2 که اگر آخرین بیلد مایکروسافت رو آپدیت کرده باشید این نسخه هستش. شاید خیلیاتون همین الان روی لپتاپتون این نسخه رو داشته باشید. این هم که روی لپتاپ اصلی من هستش، من معمولا کارهای یوتیوب هم با این لپتاپ انجام میدم. روی این بیلد اینسایدر پریویو وجود داره. حالا اینکه این بیلد چیه، در واقع اون بیلد یا نسخه از ویندوز هستش که قراره در آینده بیاد و شما به صورت پیشنمایش میتونید داشته باشیدش. قطعاً به اندازه نسخه های پابلیک ویندوز استیبل نیستش، پایدار نیستش، اما خب خیلی هم ناپایدار نیستش، یعنی پایداریش در حد 85% 90%ه. این چرا این ورژن معمولاً توسط مایکروسافت ارائه میشه، به خاطر برای اینسایدرها، برای کسایی که خب فعالیت های بیشتری روی ویندوز انجام میدن، معمولا دیولپرها، کسایی که کار برنامه نویسی میکنن، خب از این بیلد استفاده میکنن برای اینکه بدونن نرم افزارشون روی نسخه های بعدی و روی فیچرهای بعدی مایکروسافت درست کار میکنه یا نه و مواردی از این قبیل. که حالا این بیلد داره به من کمک میکنه، به هم خط میده که قراره که ویندوز 11 چجوری باشه. اینم حتما بهتون نشون میدم. خب قبل از هر چیز بریم سراغ سایت مایکروسافت، ببینیم اون ایونتی که ازش یه چیزایی بهتون گفتم که قراره برگزار بشه در مورد چیه و چطوری هست. وارد سایت مایکروسافتی بشید بچه ها، یه تب همیشه این بالا هست به اسم تب ویندوز. وارد ویندوز بشید. توی ویندوز اینجا میبینید که داره خبر از یک اتفاق جدید روی توسعه‌ای که روی ویندوز داده میده. اینجا هم نوشته Join us to see what's next for Windows. خب یه دونه عکس پنجره جدید هم یه جورایی اینجا گذاشته، انگار که داره نخ میده که مثل که باید با ویندوز 10 واقعا خدافزی بکنیم. خب من روی این ریمایندره بزنم که یه دونه ریمایندره بگیریم. اینجا داره به ما میگه که 24 جون 2021 ساعت 11 ایسترن تایم، یعنی تقریبا به وقت کالیفرنیا، من یک گیت ریمایندر بکنم. همونجور که دیدید یه دونه ریمایندر این پایین واسه من دانلود کرد، من اینو اوپن کنم که این ریمایندر معمولا ست میشه روی کلندر خود، روی تقویم خود ویندوز. من اینجا فقط سیو رو میزنم. همونجور که ببینید الان ما 18 جمعه، امروز جمعه 18 جونه یا همون جوان، بعد تقریبا 6 روز دیگه این ایونت قرار برگزار بشه. بچه حتما اگر من دوباره رسید بارم حتما بچه اگر این اتفاق این ایونت برگزار بشه سعی میکنم ایونت رو استریم بکنم و براتون
بذارم، اگر توضیحی روش داره حتما براتون توضیحش بدم که در جریان قرار بگیرید. خودتونم میتونید برید توی این قسمت ایونت رو به صورت لایو نگاه بکنید، خالی از لطف نیست برای کسایی که خیلی مثل من هیجان زدن که بدونن ویندوز 11 چه شکلیه. این از این مورد. اما حالا بریم سراغ این که قراره که چه فیچرهایی، چه تغییراته، حالا هرچند جزئی روی ویندوز 11 برای همون ابتدای شروع معرفی ویندوز 11 باشه قراره چه شکلی باشه. من اینجا بیام پایین. شما روی این ویندوز معمولی هم، روی این ویندوز 10 نسخه 20H2 اینو تجربه کردید که تو قسمت پرسونالایز میتونید یه دونه دارک مود به ویندوز بدید، که من معمولا از این قبل از اینکه برم مای کامپیوتر این ویندوز جدید رو باز بکنم میخوام بذارمش روی حالت دارک مود. خب حالا این قسمت رو ببندم، وارد دارک مود که بشید بچه ها، همونجور که میبینید این آیکون ها کاملا تغییر کرده، در صورتی که توی ویندوز 10 نسخه عمومی همونجور که میبینید همه آیکون ها همونجوری هستش که توی ویندوز 10 بوده. اینجا این تغییرات رو داریم. این تغییر شکل آیکون ها بچه ها به خاطر که من دارک مود استفاده کردم نیستش، یعنی همین الان اگر من بیام و لایت مود استفاده بکنم میبینید که این آیکون ها همون شکلی هستن. این یکی از تغییراتی که قراره شما تو تغییر آیکون ها توی قسمت مای کامپیوتر داشته باشید. و تغییر بعدی که ممکنه که ببینید اینه که توی این قسمت تسک بار این گوشه یه میتینگ اضافه شده که توی ویندوز های فعلی وجود نداره. قطع به یقین ما اینو توی ویندوز 11 داریم که اگر بزنید سویچ میشید روی اسکایپ و این یکی از فیچرهای اسکایپ شده که شما میتونید میتینگ برگزار کنید به خاطر شرایط اتفاقات حال حاضر دنیا در مورد ویروس کرونا و اینطور داستان ها. خب استفاده از میتینگ های آنلاین خیلی زیاد شده که مایکروسافت این رو هم دیده. و یکی از موارد دیگه که شاید تغییرش رو ببینید اینه که توی این قسمت سیتینگ، خب تو قسمت سیتینگ من بیام رو قسمت هوم، این قسمت بالا هستش که شما توی سیتینگ ویندوز فعلی، ویندوز 10 فعلی این قسمت بالا رو ندارید که بهتون رو هم نشون بدم که این تفاوتی که قطعا روی ویندوز 11 خواهید دید. و موارد جزئی از این قبیل که در واقع شمع‌هایش رو مایکروسافت توی ویندوز اینسایدر پریویو نشون داده، اینو گفتم بهتون نشون بدم و گفتم که یه جورایی اینجوری خبره اومدن ویندوز 11 رو بگم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و دمتون گرم که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید. همچنان در مسیر ساخت ویدیو و گذاشتن ویدیو توی یوتیوب به حمایتتون خیلی احتیاج دارم. ازتون میخوام که فراموش نکنید که چنل من رو سابسکرایب بکنید و اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت فراموش نشه. و تا ویدیو هفته آینده بدرود.